یکی از مهمترین عناصری که بدن ما بهش احتیاج داره زینکه و توی این ویدیو بهتون میگم که اگر زینک کافی استفاده نکنین با چه بیماری ها و مشکلاتی روبرو میشین. دوستان عزیزم سلام، به کانال نرس مینا خوش اومدین. توی این ویدیو میخوایم از بالا تا پایین تمام سیستم های بدنمون رو بررسی بکنیم و ببینیم که زینک چه تأثیری میتونه توی سلامتی ما داشته باشه. اول از همه با مغزمون شروع میکنیم. زینک باعث میشه که نورون های عصبی ما که توی بخش هیپوکامپس مغز ما هستن و توی یادگیری حافظه ما تاثیرگذار هستن ساخته بشن، و اگر که با کمبود زینک مواجه بشیم خب روی یادگیری ما، روی حافظه ما و یک سری بیماری ها مثل آلزایمر تاثیر میذاره. قسمت بعدی غده تیموسه که این غده به خاطر اینکه توی ایمنی ما نقش داره و گلبول های سفید رو تولید میکنه و اونها با حالا عوامل بیگانه مبارزه میکنن، اگر که با کمبود زینک ما مواجه بشیم این غده دچار آتروفی یا کوچیک شدن میشه و نمیتونه بدن ما رو در مقابل عوامل بیماریزا حفاظت بکنه و سیستم ایمنی بدن ما ضعیف میشه. اندام بعدی قلب ما هستش. قلب ما برای تپیدن به انرژی و اکسیژن نیاز داره و کلن وقتی که بدن ما زنده است و داره کار رو انجام میده، توی این فرایندی که داره انرژی رو مصرف میکنه استرس اکسیداتیو تولید میشه که این استرس اکسیداتیو برای بدن ما مفید نیست. حالا اگر که با کمبود زینک مواجه بشیم این استرس اکسیداتیو داخل بدن ما زیاد میشه و قلب ما برای اینکه بتونه انرژی و اکسیژن کافی رو داشته باشه که بتونه تپش رو به خوبی انجام بده، خون رسانی به همه اعضای بدن رو به خوبی انجام بده، باید زینک کافی رو بهش برسونیم. وارد سیستم گوارش میشیم. عضو بعدی که به زینک نیاز داره لوزالمعده هستش. لوزالمعده به خاطر اینکه هورمون انسولین و هورمون های مربوط به کنترل قند خون رو تولید میکنه، اگر که با کمبود مواجه بشه مستقیما روی دیابت و قند خون ما هم تاثیر میگذاره. زینک خاصیت ضد التهابی داره. برای خانم ها توی دوران قاعدگیشون که دردهای رحمی و انقباضات شکمی دارن به شدت مناسبه، کمک میکنه به تخمدان ها برای ترشح هورمون های استروژن و پروژسترون، و اگر کمبود داشته باشه شما درد شدیدی رو احساس میکنید و تخمک گذاری هم درست انجام نمیشه. کلن چه خانم باشین چه آقا، زینک برای بهبود زخم ها، برای تقویت سیستم ایمنی بدنتون، برای اینکه بتونین خواب خوب و با کیفیتی داشته باشین، شدت مورد نیاز بدنتونه. از کجا تشخیص بدیم که بدن ما دچار کمبود زینک شده؟ اول از همه اگر رژیم غذایی دارین که زینک کافی به بدنتون نمیرسه، یا دچار التهاب روده هستین و اون هم نمیذاره که شما زینک کافی رو جذب بکنین، خب اینا باعث میشه که شما کمبود زینک داشته باشین. و اگر که علائم دیگه دارین، مثلا خواب درستی ندارین، زخم هاتون دیر بهبود پیدا میکنه، یا زود به زود مریض میشین، دیابتی هستین، و حالا دیابت که به عوامل مختلفی بستگی داره ولی یکی از عواملی که باعث مقاومت انسولینی میشه و باعث میشه قند خونتون کنترل نشه همین کمبود زینک. اما چه غذاهایی باعث میشه که شما زینک کافی رو دریافت بکنین؟ اولین مورد صدفه. مورد بعدی غذاهای دریایی مثل ماهی و میگو، بعد از اون جگر و گوشت قرمز مواد غذایی هستن که بیشترین میزان زینک رو میتونن برای بدن ما تأمین بکنن. ما متاسفانه تو جامعه هستیم که غلات و کربوهیدرات بیشتر از گوشت و مرغ استفاده میشه، پس خواهش میکنم که گوشت و مرغ رو تو برنامه غذاییتون به میزان کافی قرار بدین تا زینک کافی به بدنتون برسه و درگیر این بیماری ها نشین. ممنون که تا انتهای ویدیو همراه من بودین. اگر هنوز این کانال رو ساب ندارین حتما دکمه سابسکرایب رو بزنین تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندین و لایک بکنین که بهم انرژی بدین.